در شعبه الکترونیکی که از کابل بر ما تذکیره به کمک کارهایشان در کندی روان است، امید است که سرعت ببخشه و همچنان از مقامات مخابرات شهر مزار شریف خواهشمند هستیم که مولد بتن ملت مردم مشترکین هر شبکه را که کیلوی چه 60 روپای 65 روپای مثلا بازار از دیگه خریدار دیدن میبینی بازار خراب میکنه 60 روپای میتونه خب بازار کیلو که از خوب و خراب دارن مایده کیلو از 50 میتر 40 میتر 60 هم هست هر رقم از کیلوش کیلو خوب یا سه بخرد یک کریت چه چند شاید 500 بخرد کریت چه 720 رو بخرد چه هست شد کینو کینو رو میگه 60 کدی کینو رو نه 60 که فایده میکنه 60 رو به یک کیلو کینو تموم میشه آلو کاکا گفت من 65 رو میتم 60 رو میتم او بای هست دیگه پول دار هست خود چند سوالش میکنی 70 65 هم میکنی یا سوال هم کرو چی رنگ داری؟ اینمی میوه هست در خدمت اینمی مردم هست که بدر اومده بخره و بخوره و خب میوه لذت دار است که میوه خیر ببینی همین نام تا خیر برام بگین نام من نجیب الله آره نام نجیب من نام خدا چقدر تب خوش است نام خدا آها نام خدا دیگه آدم نمیتونه بی واک فرایمان باشه آدم تب خوش می باشه نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام یاد خداوند دانا و توانا با عرض سلام خدمت تمامی شما بیننده های عزیز کوکچه امیدوار هستم که صحتمند و سر حال باشین دور از گزند روزگار و لباس عافیت بر تن داشته باشین از جای بیننده شما رو خوش آمدید میگم با یکی دیگه از گزارش هایم از یک نقطه دیگه شهر مزار شریف و امروز باز هم آمدیم تا ما از احوال وطندارای عزیز ما هموطنای ما که مصروف کار هستند اینجا با خبر شویم ببینیم که بر ما چی گفتنی ها دارن، چی پیام ها دارن یکان ذره قصه ها بکنیم کدشان دیگه امروز بازم در یک قسمت دیگه قسمت که بر شما گفتم از شهر مزار شریف قرار داریم و این قسمت ها مربوط دروازه بلخ میشه ما چندین گزارش جگام از اینجا داشتیم و امروز بازم خواستیم که بعد از مدت ها دوباره بیایم به اینجا و کده وطندارای ما که در این قسمت هستن امرایشان صحبت داشته باشیم. خب بیننده عزیز پیش از اینکه من شروع بکنم صحبت ها را همراه وطندارای ما شما نظریاتتون در بخش کامنت حتما با ما شریک بسازید و اینجا در سابقه های سابقه وقتی که اینجا کاروبار مردم کم بود و به دراز مدت اینجا مردم ها آمدن کاروبار جور کردن به خود تا اینجا مصروف شدن و الحمدلله در این روز و در این شبا وطندارای ما خیلی زیاد به اینجا شدن و مصروف شغلای گوناگون و کاروبارای گوناگون در این قسمت هستن که یک بیادرم هم از اینجا شروع میکنم بعد میرم به او طرف که وطندارای زیاد ما به اون طرف هستن من همه فهم که حالا کده کدامی بیادرهای ما گپ بزنم اگر شد کده کلشان گپ میزنم اگر وقت یاری کد کده ما اگر نکد کده یک دو سه تاشان اینجا گپ میزنیم باز میریم به اون طرف سلام علیکم چطور هستی لالایم؟ بخیر هستی؟ جان جور هستی؟ شکر خواهد کنم بخیر راحت باش ما بردیرم میگیرم نام چی هست لالایم؟ احمد فهیم نام هست فهیم جان عزیز نام خدا فهیم جان ما اینجا دیگه مصروف کار رو باشه مصروف کار رو بار کرده فروش هستی نام خدا فهیم جان درس تحصیل در کجا رساندی بخیر؟ درس تحصیل دیگه فران اعلا کردیم صرف درس دیم اعلا کردیم چون اعلا کردیم؟ هم کار مجبور شد اقتصادی ضعیف بود مجبور از کار کردیم اگر دوی شهده ها میدادید نمیشد؟ نه دیگه باز نیست پیروز کار نیست پیروز مکتب نمیشد نه انشالله او را میدام بده خیر رزق از جانب الله سبحانه و تعالی سمی که تو تلاش نمی کنی الله برات رزق می رسانه این گپ سه سالش اعلان کردن دیگه بیا انشالله خیر پس دامش بده وقت زیاد است ببینیم چی میشه توکل به خدا با خیر باشی صبح کی وقت چند بجه می بخیر صبح کی 6 به سر کار نماز خوانده دیگه تا 8 بجه شب میشه اینجا هستم کار کنم میگردم شکر همین که مصروف هستی و خودت دیگه مرد خانه هستی مرد خانه هستی برای چه کنیم یه روزگار از نمیشه خداوند برد استقامت بده فهیم جان عزیز همین که بیر صبحی وقت و دنبال از این که رزق حلال پیدا بکنی کلان گپ هستی نمیم بلی یک کلان گپ هستی خیلی کسایی رو میبینیم که گفته ما میانش خود با بیغیرتی بیزن کار نمیم همین که خودت میگه کار میکنی کلان گپ هست فهیم جان عزیز زنده و سلامت باشی لاله سلامت باشی خیر خدا خیرت بده بخیر باشی بلی آجی سب سلام علیکم
چطور هستین؟ تلویزیون کوکچه است. سلامت باشید. بخیر هستین ان شاء الله. تلویزیون هاستون صاحب بنشر میرسونه کنم. جان حاج صاحب. از طریق صفحات شما بنشر میرسونه. والا چطور صاحب چی میخواین که چی کنیم؟ ما اومدیم امروز پیامتون از برای ملت. ما امروز اومدیم حاج صاحب که نمیجه که دوتن داره ما گپ بزنیم از حال دلشان با خبر شیم یگان قصاب بکنیم کدشان اینه کده شما سر خوردیم افتخار به این میکنم که شما جوان ها که کلید مملکت در دست شما زراینده و افتخار بزرگ است ما منسی اگر کدومیسن افتخار خیلی بزرگ است که میکنین هموطن های ما هست امارت فعلا عجب عجب افغانستان در اختیار شان در اختیار ملت است امارت قدرت برای مردم افغانستان داده و انتقال کرده که جای خوشی است و امنیت هم است بسیار خوب صد فیصد و یک اندازه بیکاری است و یک اندازه تجار صاحب ها خواهش میکنیم که مطابق به دلار خروشات خدا نکنن ببینید نرخ ها بسیار بالا است امیرم در دکانه در حالی که دلار کم است خواهش ما میست که این همین مسائل ها را در نظر بگیرن و در ضمن یک ذره در مزار نرخ برق بالاست که یک ذره در قسمت از او کاهش به و نرخ و نوا بر ملت بیچاره رنجیده امارت جای خوشی است و جای بسیار افتخار است که امروز امنیت و صلح سرتاسری را و وحدت ملی را تامین کرده و برای شما رسانه بسیار خوشحال هستم که شما جوانای استعداد دارین که امروز من در داخل مردمتان هستین و هر چقدر که شما در پیشاپیش میلیون ها نفر روشن فکر قرار بگیرین و در پیشاپیشش به خاطر ترقی و شکوفایی افغانستان کوشش کنین جای افتخار است. ما هستیم به خاطر امی وطندارای عزیز ما تا بتانیم مشکلاتی که یگان مشکلات کوچک که است بتانیم از طریق امی ظرفیتی که خداوند بر ما داد از طریق زمین حل بکنیم و ای که شما ما را تشویق میکنین واقعا بر ما بسیار انرژی میتاید ما در طول روز امروز ما میایم در شهر کردن وطنای ما گپ میزنیم حتی یگان هم وطنای ما سر ما قار میشه باز ما میگم ما قار در خریدار هستیم خیر قار میشی خفه میشی مگر ما میم باز میگه حوال شما رو بگیریم و مشکلاتی که هست انشالله از این طریق حل شما بخیر تشکر سلامت باشی بازم پیشنهادم برای برادرای تجار سایباز بازم تکرار کنیم که مواد که شما از خارج میخرین ظلم است بازیجه در دلار سابق مفروشین و از کسایی که اجناس میفروشن و جنس میفروشن جنس های تلویزیون یخچال چیزا مطابق به دلار باید از گردن خود بگیرین یک در روپه بگیرین صد روپه بگیرین یک کنیم صد واز یکان تا شک سای پرسان کنیم که میگم خی خرید خود چند شده میگن هم میگم سایب ما واز این کار بسیار بد است که تو جنس باقا بخر برای ملت رنجیده و بیچاره که افغانستان ما شما چیزی نداریم ما اقتصاد ما ضعیف است انشاءالله بعد از این رو به خودکفایی خود رفتیم و خودکفا خواهد شدیم از تجارای ما از تمام هموطنهای ما خواهش میکنیم خصوصا فروشندهای ما که البته بازم بسیار چی کنن مد نظر بگیرن مسائل خرید و فروش هایتان فعلا در این مقطع اساسی زمانی که قرار داریم از یک طرف زمستان است از یک طرف دیگه اقتصاد مردم ما و شما به او عده نیست که مثلا بتانن یک چیز را بسیار به پول گزاف بخرن و این خواهش ما از آیه صاحب نی بلکه از تمام مردم افغانستان ای خواهش دارن از تاجرای ما که یک جنس میارین اگر قیمت ها میگیرین همون با کیفیت باشه حال ما گزارش داشتیم آجی صاحب از بخاری فروشی و رفتیم اونجا اگر متن ما گفت که این بخاری هایی هست که همین تاجرای ما فرمایش میده و این بخاری هایی هست که بخاری های ترکی هست و بر ما گفت که چی مشخصات و چی ویژگی و چی نقصایی داره واقعا این که میبینی در نرخش متفاوت نیست مگم یک چیز بسیار به کیفیت جور میکنن دیگه آجی صاحب خواهش را میاد و خواهش ما هم است تاجرای ما که یک چیز میارن با کیفیت بارن و فایده و قضیات نگیرن بگیرن صد یک کنیم صد قسم گایش صاحب گفت اگر زیاد بگیرن هم به اونا آرام میشه و هم همو کسی که هم جسم میگیره چقدر دعای بعدش میکنه بسه. تشکر سلامت باشیم یک شکایت دیگام داشتیم از شبکه های مخابراتی چون ادارت مقامات بالاست در ایجه در زمدنش که بسیاری ها تذکیرهای الکترونیکی مثل ما وره نداره صاحب سیم کارت ما بسیار سابقه است اینجا ما این مروز ما راپور خود را دادیم در ایسای مرکزی در شعبه الکترونیکی که از کابل بر ما تذکیره به کمک کارهایشان در کندی روان است امید است که سرعت ببخشه و همچنان از مقامات مخابرات شهر مزار شریف خواهشمند هستیم که مولد بتن ملت مردم مشترکین هر شبکه را که تا که تذکیرهاشان به و خود الله سر کنه با امید از او کمون خیط نشه یک بسیار خوب گپ اشاره کردن ناجی صاحب ما موبایل ما که گفتم خفیف پیام میگه برو راجی سر که گنه قید میکنه و خیلی از هموطنای ما رو قید کردن نمی تو شماره ایشونه مثل گاجی صاحب تذکره الکترونیکی نداره ما هم ندارم حالتا او کو تذکره الکترونیکی میه ثبت نام کنیم ما سه تا 6 ماه هفت ماه تیر شده مگه ما تا بال نامده همین
خداوند دیگه خیرشون بده. تذکره می سیم کارت های ما رو قید نکنین. در سیم کارت های ما یگان چیز هاست که دیگه برای پس یافت نمیشه دیگه. دیگه پیشنهاد دیگه مصاحبه گپ بسیار زیاد کردیم برای دوا فروش هاست که در دوا تغییر نامده دکتر صاحب هم فیس خود اکوان کنه و همچنان دوا فروش هاست خدا کنه که به نشد برسانیم که دواخانه هاست پول بمون نرخ سابق مفروشن در حالی که دلار کم است نرخ دوا کم شده و دوای پرکیفیت برای ملت افغانستان با تصویر اینه کل شکایت ها اینمی است دوا تاجر است تاجر صاحب های ما شبکه های مخابراتی برق این یکی از مشکلات های کلان مردم است که این انشاءالله به این رسیدگی شود و خداوند شما رو خیر به تاجر صاحب همی که حقایق همی رسانه و ما رو خداوند استقامت بده این گفته های شما رو بتانیم به دیگاه برسانیم سلامت باشید که به خیر برسانین و ما خود دیدیم انشاءالله شبکه چی خواد بود تلویزیون خوب چه آجی صاحب ایدت موارم میگرد من نه خیر نیم فیلن به روی شبکه های اجتماعی است انشاءالله خوب درست به یوتیوب که کوکچه نشته بکنین میاره بر شما انشاءالله انشاءالله شما خیر بینین مسئولین تان خیر ببنه و مقامات امارت اسلامی با وجود مشکلاتی که داره فعلا امروز امکانات آزادی را مساعد ساخته ملت ازشان راضی است و زحمت 20 ساله که بر علی مفسدین و فاسقینی که گرفتن رفتن اگر این پولایی که در وقت کرزه البته که خودش یک مافیای کلان بود این مصارف میشد وطن ما گل و گلزار می بود واقعیتش که دو دولت ها در خدمت شریعت نبودن و ما سپاسگزار هستیم از رسانه ها و از امارت که امکانات هم مساعد ساخته برای ملت افغانستان و سلام علیکم و رحمت الله زنده باشین سلامت باشین ایسب سخنای و دردای دل کاکای ما بود که واقعا باید به این مشکلات رسیدگی شه و وطندارای ما از این ناحیه خیلی رنج میبرن یکی از یک طرف کاروبار نیست از طرف دیگه پول برق خیلی زیاد نه از طرف دیگه بخواین که هوا سرد شده به خانه بخاری بگیرن بخاری ها قیمت بخاری های ترکی که کیفیت داره قیمت این مشکلاتی است که در جامعه فعلا هست و امیدوار هستم که امارت اسلامی این مشکلات رسیدگی بکنه و حلش بکنه بیننده های عزیز قسم که بر شما گفتم هدف ما اونجا است و کدایی سه برو شده میریم به اینجا چند لحظه همراه این هموطن های ما گپ میزنیم خب بیننده های عزیز رسیدیم به جایی که هدف ما بود بالاخره خدا رسانده حالا من نمیفهم که کدی کیا مروبریم شم کدی کدام وطنم و میتونم چند دقیقه صحبت بکنم خدای نکده سر ما قار نشن که تو چرا آمدی دیگه ما آمدیم که در دلشان پرسان بکنم کدی شان یک چند دقیقه قصه بکنم ماشاءالله میبینیم که هم اگه به مکاربار خود مصروف هستن و یگان میوه های تازه آوردن ترکاری های تازه آوردن تا به فروش برسانن دیگه اگر که کاکای ما یک چند دقیقه گپ بزنیم اینا مصروف هستن کاکا سلام علیکم و علیکم سلام باشین بخیر هستین جانتان جور است بخیر میبینم تو شکر فضل خدا بخیر باشین زنده باشین ما دیدیم که در کار مصروف بودیم گفتیم بون که خلاصین که تا یک چند دقیقه گپ بزنیم بسیار خوب شما تا خدمت سر میخورین کینو میخورین کله میخورین کلش در خدمتتون هست باشین سلامت باشین زنده باشین چطور از کار و بارای دنده شب و روزا شکر از فضل خدا شکر از مقصد مردم همه قص که مردم از اقتصادش ضعیف است دیگه خوب است ما هم 10-12 سال میشه این بندر هستیم مگم بسیار خوب است خدا خوب کنه دیگه مقصد خوب است سودا یک روزگار پیش میشه شکر همین که مصروف هست این حاجی صاحب این بسیار کلان نعمت خدا است که مصروفیت هست بسیار ماشاءالله چی یک کینو های همون تازه هست کینویش خوبیش هست بله کینو از کجا هست این کینو از پاکستان میگه خب ما از مارکت میریم میگه از پاکستان میاد دیگه نه شاید نه خود وطن ما باشه دیگه از وطن باشه خب الان نوری الان نور گفت یک اونتکه بسیار خوبش میشه که از با از وطن باشه خب مقصد از هر جای کس مگم خیلی کیلو های خوبش هست کیلو چه سودا میکنین کیلو چه 60 روپا 65 روپا مقصد بازار از دیگه خریدار دیده میبینی بازار رو خراب میکنه 60 روپا میت خب بازار کیلو گس خوب و خراب داره مایده کیلو 50 متر 40 متر 60 هم است هر رقم است کیلوش کنوی خوب یان سه بخر یک کریچه چند میخوام شاید 500 بخریم کریچه 720 روپا خریدش است طولش باز طولش زیاف است 13 کیلو طول دارم کنویش هم خوبش است کلان هم هست حالی سیبا چرا یک قدر خورتره خورتره که این سیبای وطن است دیگه است وطن که است یعنی سردخانه نداره وضعیت با افغانستان که است خراب است یعنی سردخانه مردمش جور کرد نمیتونه خاطره می سیب از پیشان خراب میشن که خدا کش میکنه و چیگه میشه این انشالله که بخیر سردخانه هم جور میشه دیگه کل چیز جور شده رو اسلام جور میشه با خدا امید بالا داریم که از بدر از
چیز طالبا همین خواهش ماست که بیادر هر چی که برای مردم چیز که بغل آواز کنه و مردم داغوش خود بگیره همو قدر بهتر است، همو قدر مردم سرش خود مایده کی سادم کلگی باز داغوش میره. آه بله بله داغوش باز نباشه هیچ کس نمیره. نمیره نه آغوش هم برای شما خدا کنه که باز کنه اینا و ملت در آغوش خود بگیره و از خود کنه مردم. سلامت باش کاکای، مزاحمت بیشتر نمیشم. وطندارای عزیز، در این زمستان پیدا کردن انگور کار سخت است و من اینجا انگور دیدم. میام پیشت میام انشالله. سلام علیکم لاله، بخیر هستی؟ جان جور است، بخیر هستی انشالله، زنده باشی، سلامت باشی. چی کردی؟ چی شد کینو؟ کینو رو میگه شست کردی؟ کینو رو نه شست کرد، فایده میکنه. 60 روپیه یک کیلو گینو تموم میشه. آلو کاکا گفت من 65 هم میتم، 60 هم میتم. خب بای هست دیگه، پولدار هست. خودت چند سوداش میکنی؟ 70 65 هم میکنی یا سودا. سهی هست. این انگور ها از کجا آورین در این زمستان؟ انگور پرنقشی هست. خب چی میگه؟ نمو تو شوقی بودی کارش دیگه. کیلوی چند سوداش میکنی؟ 190 سودا میکنی. بیت یکم پیش بیا کمی انگور هم ببینن. نه نه انگور زمستان است، تابال باران میزد مگه مال آفتاب شده. کیلوی چند گفتی؟ 190 80 رقم سودا. 190 80. وطندارای عزیزی که در بلخ هستین، در مزار شریف هستین، اگر دلتان انگور شد بین به دروازه بلخ و ای لالای مرا پیدا بکنین انگور بگیرین دیگه. اگر دلتان انگور شد، اگر نشد باز نمیین. آه دیگه دلشان. خودت چقدر وقت میشه که اینجا مصروف هستی کارو با؟ ما از خورترکی مصروف هستی. نام خودت اینجا؟ اول در روز شادیان بود. خواهال اینجا بود. نام خدا نام خدا. حالا تو یکان خاطره نداری از این کارو بارد که برات آمده باشه و برمو قصه کنی؟ چی خاطره بگویم دیگه؟ کلش خاطره است؟ خاطره است کلگیش. زنده باش لالم، سلامت باشی، گفتنی نداری؟ سلامت باش، بخیر باشی، زنده باشه. خب بینندای عزیز، در جانم صدا کرد که وقت برنامه فکر کنم که تمام است، مگم یک کاکای ما اونجا بود که صدا کرد مرا، اونمو را میریم که دشمی گپای آخری را میزنیم. دیگه باز برنامه را من اینجا خلاص میکنیم. من چون که هستن یا رفته هستی کاکا؟ ما به خاطر خود آمدیم اگر برنامه را خلاص کرده بودم. نه نه خدا نکنه، ما چرا خودت دست کم بگیرم؟ السلام علیکم. خوب است؟ بخیر است؟ خیر خیرت؟ جانتان جور است؟ بخیر هستین؟ زنده باشین؟ زنده و سلامت باشین؟ بخیر باشین؟ بخیر باشین؟ زنده باشی. نام خدا چی کراچی رنگ داری؟ این می میوه است در خدمت این مردم است که بدر اومده بخره و بخوره و خب میوه لذت دار است که میوه خیر ببینی. همین نام تا خیبر من بگین. نام من نجیب الله. نجیبی من نام خدا چقدر تبخش هستی نام خدا. آها نام خدا دیگه آدمی نمیتونه بیواک فرایمان باش، آدم تبخش میباشه نه؟ کاروبارم کاروبارم که باشه و فهمیدی نفهمیدی میویش آمده کاروبارم شو میوه هم باشه و چقدر خوب میگه نه؟ باش که ما بگویم لال نجیب چی چیزا داره. ناریال داره، انگور داره، سیب داره، کینو داره، کیوی داره، انار داره، کیله داره، دیگه کدامش مانده است بشم؟ اینی نام از یادم داره. املود. املود. املود هم داره. ما چه چورت زداره استیم که نام از یادم داره. نامی چی هست؟ لال نجیب. یکی هست قرص کمر که میگه نمی خودش هست. خب. بله ها. خراب نشده بیخی؟ نه یه مال سردخانه هستن. خب. بیخی دیگه حالا همون تو گفته اگه تا شیرک شده ای. شیرک شده آفرین. اینه فقط امیار وقت خوردنش هست. وقت خوردنش هست. او که قسم تازه تازه می او باز او دیگه باز زبان کم دبل میکنه. این شیمه دل است. ناریالا چند است؟ ناریالا دانش 30 روپیه 35 روپیه میتر هستن. خب اینه باز حالو همون کسایی که ناریال سودا میکنن نه دمی روی کراچی ها کسل او یک چیز دیگه از اون چی بگویم کاردک های خاص دارن که میده میکنه بازی که کار دادی هم میده میشه؟ در خانه میبره یا حتی آدم چکوش هم میگره همراه چکوش همراه پیچکش دیگه بند میکنه میگره دیگه باز اختصاصی تمام میشه اونا که بگیر یک کنیم صد هست دیگه اونا خودشان جور کده میتن. ما از یک تو از یک پنج رو با دربا فایده میگیم دیگه مسلمان میتیم میبره به در خانه میخورم. لال نجیب اگه اون قصر ایگان تو قار هستی که از این پرانده نزنیش که بیچاره رو تباه میکنی با نه او رقم قار ندارم من که چاکو میزنی چی؟ نه نه شکده باشی شوخی میکنم. حالا ما رو صدا کدی؟ حالا چی گفتنی داری دیگه؟ گفتنی اینه میسته که اندیوال آرامی رو خواه آورد، امنیت رو خواه آورد، فقط یک کاروبارم که بخیر برای دیگه دیگه بسیار خوش میشیم دیگه بسیار راضی سیم از این دولت. دولت یک دولت خوب است، بسیار امنیت هستن، امارت اسلامی هستن، یعنی بسیار
کاروبار برای مردم که پیدا شود دیگه بسیار یک سوالات است دیگه. امنیت بسیار خوب است نام خدا، بسیار خوش هستیم از این امارت اسلامی، ما بسیار خوش هستیم که بسیار یک امن است دیگه، امنیت است دیگه. امتو گپ واسه کاروبار شب ان شاء الله بخیر، زنده باشی لالا، سلامت باشین، دما خدمت باشین، خدا خیرت بده، بخیر باشین، زنده باشی. خب بینندای عزیز، ما به اینجا استاد هستم، برنامه رو خلاص میکنم. امیدوار هستم که از این گزارش شما لذت برده باشین و به میل دل شما خوبان و عزیزای دل ما شده باشه. دیگه گزارش شما بود از دروازه بلخ، جای کمبتانای ما اینجا میوه فروشی میکنن، ما مصروف کاروبارای گوناگون هستم. تا برنامه بعدی که بازم ما مصطفی هاشمی در خدمت شما قرار میگیرم، همه شما را تا او گزارشم بالای بی‌نیاز امانت میگذارم. روز علی فردای بهتر داشته باشین، خداوند نگهدارتون.